چلچله و چلچله و چلچله بارها شما را به شکم مادرتان بردیم و از آنجا خارج کردیم تا گذشته میلیون ساله انسان نماها و یا گذشته چند هزار ساله بشر را توضیح بدیم. وارد کوانتومتون کردیم تا متوجه شید که هیچ وقت عرفان و تصوف بدون علم و دانش حرفی نمیزنه. وارد جدول مندلیوفتون کردیم تا بدونید عناصر برای چی به وجود اومدن و چه جایگاهی در افکار و روح شما و در عنصریت شما دارند. وقتی که به جدول مندلیوف نگاه میکنی میبینی که عناصری وجود دارن که بر خودشون متکیان، اما بالای جدول مندلیوف هیدروژنی وجود دارد که لزبیان است، گی است، عاشق سکس است، هرچند در طبیعت پیدا می شود اما بیشتر دوست دارد که ترکیب تولید کند، سکس کند، و همین سکس هیدروژن آب گوارایی است که تو می نوشی، اسید سولفوریکی است که می بینی. به راستی سکس در تصوف و عرفان چه مفهومی دارد؟ کجای سکس افراط است و کجای سکس تفریط است؟ خوش آمدید به 175 برنامه علمی اند دانشی که تصوف عرفان توسط صوفیان گفتند و دانشمندان دزدیدن و تو دانشمندان را بالاتر از صوفیان میپنداری. ویلکم تو 175 برنامه ریستارت. ویلکم مای فرند. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم در جستجوی تو. چندین مطلب رو توضیح دادیم در برنامه ریستارت تا 175 که داره تقدیم شما میشه. چه چیزایی به شما گفتیم؟ گفتیم که مراحل سیر و سلوک این 124 هزار پیغمبری که ادیان دارن راجبش حرف میزنن، هر انسانی از بد و تولد تا لحظه مرگ باید سپری کنه. هیچ فرق نمی کنه، تو کارگری، تو مهندسی، تو رئیس جمهوری، هیچ فرق نمی کنه. حاتم طایی باشی یا پادشاهی باشی که پست و پول و مقام بگذری، یا یه شومنی باشی که از موقعیت و امکانات و پول و پست و مقام بگذری و بیای بیرون و حرف حق بزنی. این اتفاق برای تک تک آدم ها در طول زندگیشون میفته و در یک لحظه اون آدم با تصمیم بگیره که میخواد در یوسف خودش، یعنی چاه درونی خودش بماند همانند یوسف، یا میخواهد خود را نجات دهد. یک لحظه تصمیم میگیره که این یونس
یونس پیامبر، مردم رها کند، گور پدر مردم، به پول و شهرت و مقام و فکر، سکس، شهوت، خور، خواب بیاندیشد، یا مردم را رها نکند و به ایستد پای مردمش و حرف حق را بزن. از زمانی که مثل حضرت آدم که از تو بهشت یعنی شکم مادر اومدی بیرون تا الان که در خدمت من و من در خدمت تو هستم، دوره های این پیامبران رو طی کردیم. هر پیامبری هم دنبال هرچه بود تو اون خدا رو کشف کرد. تو چی هستی؟ اگر ببینی الان تو چی هستی و به چه میاندیشی، بدان که ای برادر تو همه اندیشه ای. اون اندیشه ای که الان تو ذهن تو میگذره، اگر رو کاغذ بنویسی، اون وقت میفهمی کجای این جدول مندلیف ادیان وجود داری و داری مرحله کدوم پیغمبر رو پاس میکنی. فقط باید بنویسی موسی دنبال آتش بود تا برای زنش که باردار بود بتونه آتشی رو فراهم کنه که در بیابان مریض نشه و یه غذایی براش درست کنه. وقتی رسید اونجا، چون دنبال آتش بود، خدا رو در آتش دید و آتش بهش گفت من خدای تو هم. به راستی این داستان ها داستانه یا داستان راستانه؟ توکل به خدا هم تعریف های متفاوتی داره و مطالب بسیار عمیق و عمیق‌تر. پس تو جدول مندلیف عنصری وجود داره مثل آهن که دوست نداره زیاد ترکیب شه. مردم ازش استفاده میکنن و میبیننش. ولی عناصری وجود داره مثل هیدروژن که عاشق ترکیبه. هر دختری رچه، هر پسری تو جدول رچه میخواد باش ازدواج کنه. تکلیف سکس و تصوف در تصوف و عرفان چیه؟ در امپراتوری کوروش من توضیح دادم که یه سری قوانین داره امپراتوری کوروش. اینو بگم کوچولو که تا اینو مشخص کنیم، ببینیم که اصلا مکان افراد و تفرید کجاست. در امپراتوری کوروش وزرایی که در حکومت امپراتوری کوروش هستن، از ساعت اداریشون به بعد ما اصلا باشون کاری نداریم. قانون تصوف یعنی چی؟ یعنی سفیر ما در ایتالیا ساعت 7 شب گذشته، حالا دوست داشته رفته توی دیسکو، مشروبم خورده، مست، 4-5 تا دخترم رفته باشون. تصوف میگه که به من ربطی نداره چیکار کرده. تو کشورهای دیگه اخراج میکنن، میگیرن. او مای گاد، ما اینجوری نیستیم. چرا؟ چون در تصوف دو کار اگر بکنی میگیریمت. نمبر وان، جاسوس جایی بشی، مهره کشوری بشی، میگیریمت صبح. نمبر تو، مواد مخدر پخش کنی و یا استفاده کنی. روی این حساسه، این دوتا حساسه. پس چرا ما به وزیرمون، به سفیرمون تو خارج با 10 تا دخترم باشه میگیم مشکل خانوادگی تبر خودت حل کن، ربطی نداره، صبح بیا سر کارت؟ چرا؟ برای این که کشورهای دیگه و سازمانهای امنیتی دیگه نرن ازش فیلم بگیرن، اینو مجبور کنن یواشکی مهره اون کشور شه. ما تمام راه‌های مهره شدن رو میبندیم. حتی در آمریکا یارو خانومه وای میسه، مرده میشه سفیر، بعد میگه که بله در 24 سال پیش ایشون به من تجاوز کرد. در امپراتوری کوروش اینجوری نیست. یعنی زمانی که خانومی بعد از 13 ماه، یعنی 1 سال و 30 روز، بیاد بگه به من تجاوز شده، یا آقایی بیاد بگه، اونو میگیریم. میکنیمش زندان.
میگیم باید ثابت کنید که توی این 13 ماه شما دسترسی به مطبوعات، دسترسی به دادگاه، دسترسی به آدمی نداشتی، تلفنی نداشتی، باید ثابت کنید. میگه چرا؟ میگیم امپراتوری کوروش زن ترسو نمیخواد، مرد ترسو نمیخواد. از اول ما بچه ها رو طوری تربیت کنیم شجاع باشن، غیور باشن، قوی باشن. ورزش رزمی تو مدرسه بهشون یاد میدیم، هر کسی باید یک ورزش حتما یاد بگیره. چرا؟ برای اینکه بتونه از خودش دفاع کنه، روبرو حکومت وایسه، سرشو بگیره بالا، بدون آدمه، بدون یه دختره، یه پسره، قدرتمنده. بهش کردیت میدیم که بتونه بره خونه بخره، خونه اجاره کنه، ماشین بگیره، همه اینا رو بهش میدیم. ما اول از همه اون خانومی که میاد بگه من تجاوز شده، میگیم برای چی تا حالا نگفتی؟ چرا ترسیدی؟ 3 ماه و 4 ماه که میگذره، از فاصله 4 ماه تا 13 ماه فرصت داری که فکر کنی که بگی وایسادی وایسادی نگفتی؟ برای چی نگفتی؟ اول اونو میگیرن، بعد میرن دنبال ثابت کردن این موضوع. 2، حاضر وزیر باشه، وکیل باشه، کاری باشه نه. ببین تو تصوف هیدروژن اگر سکس نکنه هر روز، تو آب نداری بخوری. یعنی هیدروژن باید با اکسیژن زرت و زرت ترکیب شه تا تو آب بخوری. آخون نیست گاد، یا کشیش نیست گاد که بپری یارو رو بگیره. اون وقت تو چطوری به عنوان یک آخوندک میخوای بیای بگی که هیدروژن حق سکس نداره؟ پس آب کجا بیاریم بخوریم؟ مندل یا مندل، نیمچه عارفی که اومد گیاه ها رو با هم ازدواج داد، پسر یک کشیشی که برخلاف تفکرات باباش بلند شد و افکار جدیدی رو داد بیرون و گیاه ها رو با هم ترکیب کرد، کشیش ها ریختن بگیرنش که شما بادمجون رو داری میزنی به خیار. اینا صحنه دار صحنه های بدی است. این چرا با هم اینا سکس میکنن؟ ژنتیکش رو به هم میریزی. اولین کسی که ژنتیک رو به هم ریخت آقای کشیش، آقای خاخام، آقای آخون گارد بود. گاد دوبار ژنتیک بشر رو تغییر داد. بار اول انسان نماهایی بودن که در کره زمین میلیون ها سال زندگی میکردن اما شعور نداشتن، خری بودن که آینده نگر در تصوف و عرفان نبودن، گاد نمیتونستن بفهمن، یه میز بودن. یک موجودی اومد دی ان ای جدیدی رو تزریق کرد به این انسان نماها، از اینجا فرمول مندل شروع شد. یعنی یه موجودی اومد با خانومی به نام حوا رابطه برقرار کرد، بچه دار شد، اسم بچه شد آدم، اولین سوفیسم در کره زمین. یعنی یه ژن یه جایی اومدی که حالا بعدم توضیح میدم، یه جای دیگه ای یه ژن وارد ژن میمون‌های انسان نما و انسان‌هایی که میمون بودن فکر می‌کنن خیلی می‌فهمن وارد شد. از هر 4 تا بچه‌شون هم طبق قانون مندل یکیش عرفانی در میاد. یعنی ژن تغییر کرد. یک بار هم سر عیسی این اتفاق افتاد که فرمان رسید که عیسی حق ازدواج نداری، چون ما نمیخوام ژن رو دوباره تغییر بدی. اصلا دلیل این که عیسی ازدواج نکرد نه این که نمیخواست، اجازه نداشت. چون اگر ازدواج میکرد ژنی رو که از خارج اومد و با مادرش ارتباط برقرار کرد که جیزس به دنیا اومد وارد جامعه میشد و هم خودش هیچ که از جنس جیزس بیرون نیومد. پس ادیان چی میگن؟ میگن حوا بود، آدم و خدا آفرید، گل وردش آفرید. بعد چی شد آقا؟ بعد دندش رو کند، از دندش حوا رو درست کرد. چرا اینجوری میگن؟ برای اینکه داستان تخیلی شد.
داستان کاملا علمی بوده. خدا حوا رو از عناصر کره زمین درست کرد دیگه. میلیون ها سال آدما بودن، انسان نماها، میمون. الان میمون هر آن چیزی که در میمون هست از نظر ژنتیکی تو منم هست، هر آن چیزی که از نظر ژنتیکی در خر هست در منم هست، هر گیاهی در کره زمین پیدا کنی ژنتیکش تو منم هست، هر حیوانی، هر پرنده‌ای، هر خزنده‌ای ژنتیکیش، ژنش تو منم هست. یعنی من شامل تمام ژن‌های موجودم. نطفه هم همینطور، نطفه وارد شکم مادر میشه، اول به گیاه تبدیل میشه، انواع و اقسام گیاه ها رو رد میکنه. تک سلولیه دیگه، یه سلوله دلیپ، دوتا سلول دلیپ، چهارتا سلول دلیپ، 16 سلول دلیپ، 32 سلول. بعد از بیگ بنگ یه سلوله، این سلوله تبدیل میشه به گیاه. یعنی از جماد تبدیل شده به گیاه، بعد یواشه شبیه زالو میشه، مثل ماهی. همین نطفه همین بچه رو نگاه کن، بشین دستگاه بذار نگاه کن، فیلماش هست، بشین نگاه کن. بعد این بچه یواشه باش هم از آبشوش نفس میکشه، هم از شوش. بعد یواشه دوزیس میشه، یعنی یه ماهی شبیه زالوه. بعد یواشه این بچه بزرگتر میشه، چند روز که میگذره دوزیس میشه، هم خشکی میتونه نفس بکشه هم تو آب. مراحل حیوانیت رد میکنه و پاس میکنه. کاملا علمیه. حالا اینکه ژنیه اون موجوده کی بوده که با این حوا ارتباط برقرار کرده و وارد کره زمین کرده، اون ژنه سوال مهمه. یعنی اون موجود کی بوده که با حوا ارتباط برقرار کرده و نجاد بشر رو برای اولین بار وارد کره زمین کرده. پس نظریه داروین سر جاشه، نظریه عزیزالدین نصفی صوفی بزرگ سر جاشه که داروین دزدیده. ژن بیرونی هم از یه جای وارد شکم یک مادر انسان نما شده و صوفیسم طبق قوانین مندل یا مندل شروع میشه و اولیش صوفیس بوده. چند تا بچه دیگه هم داشتن که اینا با هم ازدواج نکردن چون همشون انسان نما بودن. بچه بعدیش انسان نما بوده، با یکی دیگه ازدواج کرده، دخترایی که تو اون قبیله بود، این با اون پسره هم ازدواج کرده، آدم بالا. اما ژنه اومد. حالا تو کره زمین 7 میلیارد آدمه، چند تاش انسانن. تو رو خدا خودت رو خریت نزن، منم نزن حاجی. همه عرفا گفتن دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دی بودن ملولم و انسانم آرزوس. واقعیت اینه که تصوف و عرفان همیشه داره در طول تاریخ به تو میگه که آقا این پسره که تو خیابون میبینی انسان نیست. میفهمی اینو؟ نیست. میفهمی اینو؟ دختره انسان نیست، میفهمیم انسان نماست. اون وقت میخوای بیا شریعت واسه من به چین حکومت جمهوری اسلامی تشکیل میدی؟ که سوال ساده، الان یه نفر از پسرها رو دوستاتو بردار ببر بالای باغ وحش شیرها، هلش بده پایین، شیرها میریزن میخورنش، میکشنش. بعد من اصلا سوال میکنم، من شیرا رو چیکار کنم؟ اعدامشون کنم؟ تیکه تیکشون کنم؟ شکنجش کنم؟ میگه نه، حسین حیوانه، این نباید خودش پرت میکرد. حاجی تو نباید اسرا رو بدی به اون بچه ری استارتی، حیوان رو برود. میفهمید؟ اون خیاره که داره شکنجه میکنه بیچاره گناهی نداره، حیوانه. میفهمید؟ حیوانه. اگه شیر رو میشه اعدام کرد، ببر رو میشه اعدام کرد، گرگ رو میشه اعدام کرد، اینم میشه اعدام کرد. تصوف دعواش اینه. تصوف میگه حکومت دست امپراتوری کوروشه. میگن بله. میگن خب این پسر رو ما طوری آفریدیم که 7 روزی یه بار باید سکس کنه.
اون پسره باید هفته یه بار سکس کنه، اینجوری آفریدیمش. یکیشون هیدروژن هر شب باید سکس کنه، یکیشون آهنه، حالا دو ماهی سه ماهی شیش ماهی اصلا ولش کن، زنگ میزنه میره، ضد زنگ باید بزنی بمونه. میگه خب، میگه مسائل کشور طوری تشکیل دادی اگر پسری هفته یه بار باید سکس کنه، کرد دو بار در هفته تفریط افراط، اما اگر پسری هفته یه بار باید سکس کنه، کرد ماه یه دفعه این کار رو، این تفریطه. هر دو جرمه. چرا؟ چون بشری که یک بار قراره خود، یعنی تو بدنش نهاده، تو خودشه، دست خودش نیست، روزی یه بار باید سکس کنه، حالا نمیتونه این کار کنه، پول نداره، وضعیت مالی شخته به هم، روانی میشه، دیوانه میشه، اثر میذاره و این احمق بدن ازدواج میکنه، نطفه خشم و شهوت و حماقت و وارد بچه بدن میکنه، بدن مادر میکنه، یه بچه میاد بیرون تاپاله ول میکنه تو جامعه. کی مقصره؟ مکارم بیناموس تصابق اونا رو میگیره. سکس شما از کجا میتونی فهمی فلان پسر چند بار در روز باید سکس کنه؟ مثلا کجا میفهمی اینو؟ دکتر روانشناس باید داشته باشی، جامعه شناسی، زنگ میزن روانشناسی، اینا به ترتیب دارن کار میکنن با هم. حالا هرچی آدم باسواد و باشعور کردی تو تبیله، هرچی آدم تو تبیله از کردی رئیس جمهور رو، رهبر رو، همه چی به هم ریخته. جامعه شناس زنگ میزنه روانشناس، میگه آقا این آدم چجوریه شرط، میگه آقا این آدم شهوتی، هفته دو دفعه، روزی دو دفعه باید سکس کنه. میگه تا تو دو ماه پیش کرده این کارو؟ میگه نه من الان بچه تو میکنم توی قفس، میبندمش، غذا بهش نمیدی، شیر بهش نمیدی، بچه یه ماه حتی میکنم توی شیشه، بعد میاد یارو میاد منو میگیره، میگه آقا وحشی، شما این بچه با شیر بخوره هفته روزی سه دفعه با شیر بخوره، کاری تو قفس. ولی تو نمیفهمی اینو، نمیفهمی، نفهمی در جامعه سرایت میکنه، یک جامعه بیمار روانی که حالا ما حرف سیاسی میخوان بزنیم، یارو دنبال دینگلو و شینبلوه تو صفحات مجازی. نمیتونیم جامعه رو نجات بدیم، نمیفهمه اصلا. مقصر کیه؟ خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. روزی که سر بچه رو تو دبیرستان کچل کرد، خوشگلیش ازش گرفت، اون دختره دیگه بهش علاقه من نشد، دختره رسیده به سن بلوغ، همه کچلن، همه پیرانه رو شرب، همه توف میکنن، همه کروات نمیزن، همه شیک نیستن، همه جیگول نیستن، یه مش دهاتی تو هم دیگه، دهاتی مغزی نه دهاتی شهری. بچه خودم بچه توده‌ای هم، من خودم توده هم. عشق میره، حسه میره. ما تو تصور بچه پسری که خوشتیب نباشی یقش میگیم پول نداری، چیه تو لباس های خوشگل نداری، از این مکار مدرسه یکیش اینه که بچه باید خوشگل باشه، دامن خوشگل، پیرن خوشگل، یقه خوشگل، موهای خوشگل، بابات نداره اشکال نداره، کمک میکنیم، برو لباس بخرم ببینیم خوشگلی تو. پس نتیجه دانشمندا میتونن بفهمن که هیدروژن کجای جدولات قرار بگیره بر اساس عدد اتمی. احمق تو نمیتونی، هیچ کشیشی، هیچ خاخامی، هیچ ریاضیدانی، هیچ فیزیکدانی، هیچ بنایی، هیچ کشاورزی نمیتونه دخالت در جدول مندلیف کنه. عارفی پیدا میشود که بگه بر اساس عدد اتمی این جدول من چیدم. احمق آهنو نیار بالا، میریزم میکشمش، میریزم میگیرمش. چی کارت کنیم آجی؟ با چجوری باید حرف بزنیم؟ با چه زبانی توضیح بدم؟ کو مندل شناس، کو مندلیف شناس، کو فهم عنصر شناسیت کجاست؟ کی تشخیص میخواد بده این بشر رو خدا چه جوری آفریده؟
همه موجودات فرقشون با من و تو توی اینه، این فرقشون. شهوت، غضب و یکی که فرق ما انسانیت. یعنی چی؟ یعنی تو عنصر هر آدمی شهوت هست، هر حیوان. اصلا فرق حیوان با من تو همین آخری هست. حالا این یادم افتاد میکرد، یعنی خور خواب خشم شهوت اینا نیست، هم شهوت و غضب و عرضم حضور شما که یکی دیگه است یادم نیست. و این تو انسانیت، یعنی تو همون جنس، منظورم اینه، یعنی تو همون ژنتیکی که وجود داره. یعنی اول انسان نماها زندگی کردن، میلیون ها سال اومدن بالا و گاد نداشتن، میمردن، این همون شیره. تا یک تاریخی ژن بشر وارد کره زمین ها شد. مولوی میگه ما ز بالای ما بالا میرویم. ما، مولوی میگه ما، نمیگه تو. تو ز بالایی با بالا میره، نه تو انسان نمایی چی افته تو میری بالا. شعر درست نمیخونی چکارت کنیم؟ ما ز بالایی ما بالا میرویم، درست. ما ز دریایی ما دریا میرویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جایی ما بی جا میرویم. ما، خب پس بقیه مردم چی میشه؟ چرا عیسی همه رو به دینگلوی اسب حضرت عباس دیده؟ راست میگه دیگه، عیسی اومد 200 نفر دید بقیه مردن و رفتن. سوال دیگه، راه نجات بشر اینه که این ژنه توش باشه. دی ان ای دزوکسی ریبنو کلویک مای فرند دیوکسی، جفتشو میگم، هم دیزوکسی میگم هم دیوکسی، اصلا مهم نیست، مهم مطلبه. دیوکسی ریبونوکلیک مای فرند، علمیه، های علمیه، علمی. یک آدم، دو تا آدمن، یکی یه دی ان ای داره که ژن بشر توشه. این بشر ز بالا و از بالا می رود. چرا؟ قل تعالو آیتیست از جذب حق. راز داره میگه، ما به جذب حق تعالی می رویم. قل تعالو یعنی قل، قل یعنی بگو، تعالو یعنی بیا، تعالو. قل تعالو یعنی بگو بیا. آیه ایست از جذب حق، یعنی حق جذب میکنه. یعنی حق یه ژنتیک گذاشته، مثل شطر 17 تا که عددش گفتم توی برنامه شب بخیران توی ریستار، یا روی شطرش گذاشتی آقایی شطرش برش قره، شطرش برای شطر دیدی؟ ندیدی. یه شطر وارد کرده در کره زمین تو انسان نماها، آخرم شطرشی میبره، تموم شد به همین زادگی. اگر تمام جهان هستی، چرا ما را در کره زمین، اگه میخوای ببینی چرا عیسی بقیه مردم کره زمین براش مهم نیستن، جواب در این سواله، چرا ما در کره زمین همه کهکشان آفریده برای ما مهم نیستن؟ بیلیارد تا بیلیارد کهکشانه و تو میمیری، ببین، میمیری و اونا هستن و مهمم نیستن. همین الان که من دارم با تو حرف میزنم، دو تا کهکشان خوردن به هم منفجر شدن، اصلا مادرشون، خوار مادرشون همه رفت با هم. گریه میکنم الان، کهکشانش رفت. نه، چون من قدم، من کهکشان راه شیری برام مهمه، خورشید توش باشه که آفتاب بده بتونم مواد بکش بکارم، تریاک بتونم بفروشم. میگه چرا ما ز بالاییم و بالا میرویم؟ چون قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذب حق تعالی میرویم. ما رو میکشه، ما کاری نیستیم، دی ان ای ما، یه چیزی وارد شده ما رو داره میبره.
کشتی نوحیم در طوفان رو، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. وقتی میخواد بچه درست بشه، سه تا عنصر باید وجود داشته باشه. بهتون گفتم لحظه ای که در شکم مادر، حالا ممکنه بعضی بگن آقای حسینی بچه رو میشه تو دستگاه هم گذاشت، آف کورس، اما یه نکته ای وجود داره. بچه ای که در دستگاه میذاری، عرضم حضور شما که هیچ وقت به بالا نمیتونه بره. دلیلش خیلی ساده است. در شکم مادر لحظه ای که چجوری بچه درست میشه، اسپرمی که وارد میشه، این میاد میره میچسبه به دبه، به بدنی مویرک ها، یعنی میشه عضوی از اونجا، جفتشو درست میکنه اون پشت، یه چیز دیگه هم درست میکنه. این تو عنصری در کره زمین وجود داره که هنوز دانشمندان کشف نکردن. این عنصر عنصریه که کمتر از بیلیارد ها بیلیاردیوم ثانیه زنده است، باید اونجا پیداش کنن. این کار این عنصر و دو تا عنصر دیگه هم هست، حالا بحثش رو نمیخوام الان باز کنیم. این سه تا عنصر کارش اینه که جسم بعد از مرگ رو در رحم مادر درست می‌کنه. یعنی وقتی روح، برای چی روح بعدم میاد؟ مای فرند، چرا این ادیان ازش میپرسن چرا روح بعدش میاد؟ چرا هم شب که بچه دار میشن روح نمیره؟ روح نداره. برای اینکه روح نداره، برای اینکه چرا روح بعدم میاد؟ چون آدم بعدن اومد، حیوانا و انسان نماها بودن، بعد حضرت آدم به قول دوستان اومد، یعنی یه موجودی اومد، بعدن اومد، 5-6000 سال اومده به قول شما، 5-6000 سال اومده، قبلش که نبوده که. چرا یهو اومد؟ برای همون که در شکم مادر یهو میاد. یعنی بچه در شکم مادر اون عنصر داره جسم دنیای بعدش درست میکنه. برای همین به مادرها میگن اگه میخوای بچه تو بکشی و سخت جنین کنی، فقط اجازه تو کافی نیست و بابات و شوهرت، اجازه گادم باید بیاری در امپراتوری کوروش. پس حالا فهمیدیم با سخت جنین مخالف. ما فقط با سخت جنین زمانی موافقیم که مادر در خطر باشه. وقتی دیگه حرف هیچ کی رو گوش نمی‌کنه. مادر مهمه. به جز مادر هیچ کی دیگه مهم نیست. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چون اون عناصر جسم بعد مرگ رو درست کردن. یعنی وقتی شما میمیری، شما وقتی در شکم مادر هستی، جسم بعد از مرگ تو، یعنی به دنیا اومدن تو، درست کردی که اینطور روش میکنی، دندونت میمیره، یعنی دندون نداری تو که، این جسم رو ننهه درست کرده تو شکمش که تو بعدش میای بیرون دندوندار میشی، بعد دندونات میریزه، دندون بعدی میاد. این کجا درست کرده؟ اون تو درست کرده. همون تو که داره دندونای بعدت که به دنیا میای رو برات درست میکنه، همونجا داره جسم دنیای بعد رو درست میکنه تا روح بیاد توش. اصلا روح نمیتونه به جز اون تو بیاد توش. میتونه وارد بدن شه، وصل شه، چون اصلا راه روح، اصلا بعد تو راجبش حرف بزنیم، بعد توضیح بدیم، چون دانشمندان تو روح هاتون نمیدونن چیه، ای تو روحه، اصلا روح رو نمیدونن اصلا این شه، بعد توضیح بدیم. همتی باید بریم زور زور رو تازه الان فهمیدیم بوداری چیه، اونجا هم بعدا باید بفهمیم. نتیجه اینی که این عناصر فقط در شکم مادر این کارو میکنن، تو دستگاه این کارو نمیکنن. و هم خاطر تو دستگاه بچه رو بذاری، بچه رشد میکنه، یه حیوان دیگه رشد میکنه، اما اونو نداره. یعنی شما نمیتونی اسپرم ورداری، آور یا اول ورداری، بری توی دستگاه بچه خود بچه درست کنی. این بچه به بالا نمیتونه بره، چون جسمش درست نمیتونه بشه. جسم فقط در شکم مادر درست میشه. و وقتی بچه رو بکشی، سخت جنین علکی کنی، جسم تولید شده و روح وارد اون حرکت شده، اونجا میمونه. یعنی در، یعنی روح کرده توی جسم، بسته است، اون بچه هست. برای همین بعضی مادرها خواب میبینن، میگه مثلا این بچه داشته انداخته، بعد مثلا همیشه توی خوابش میاد، میگه من فلانی هم، تو من نذاشتی بیام. مادرها بعضیشون سوال کنیم میگن درست درست میگه حسینی، ما دیدیم، میترسن به باباشون بگم، به شوهرشون بگم، ولی اصلش اینه. اگه انسان باشن خواب میبینن، اینا نشونه شد. این اگه تو بچه ای رو سخت کرده باشی و بچه اومده باشه اعتراض کرده باشه در رویات، در خواب دو سه دفعه، بدون که تو انسانی، یک از نشونه های انسانیت که قرار گفتم بهتون میگم به ترتیب. پس مادری که خواب دید که فلان بچه قرار بوده بیاد و نیومده، بشره، یعنی انسان نما نیست.
و اون بچه میاد میگه تو نذاشتیم بیام. چرا؟ برای اینکه جسم من درست شده، همه چیز خدا به من داد، تو من بسی. خدا داده یعنی خدا، چون ادیان میگن خدا خدا، خدا رو هم به گند کشیدم. خدا اینقدر کلمات رو به گند کشیدم ما نمیدونیم چی داریم حرف میزنیم. عرفا دیدی که میاری چی میشه از کل مرد سقط شد، عارف بالله، عارف و بالله و لالله و لولله و همه رو قطعی کردن که برسی گاد. من حتی اسم گاد میارم با خدا میمونم چی بگم، چون هنوی گاد رو تعریف نکردم. گاد تعریف داره دیگه، گاد که این نیست که مندلیوف عناصری که بودن کشف کرد، گاد جدول مندلیوف نیست. تو جدول مندلیوف که مندلیوف گادش نیست که، بود عناصر. قلم گاد، دست گاد، بدن گاد، مغز گاد، دل گاد، روح گاد، بالا روح گاد، ای تو روحت گاد. مراحل داره. کدوم گاد؟ کو گاد؟ چند تا گاد؟ ما زبالای ما بالا میرویم تو این مسیح، 5000 تا گاد داریم هر روز. حالا چی شده؟ من قل هو الله احد، الله صمد، لم یلد ولم یولد. این یولدت به یولدت واقعا کدوم لیلد، کدوم یولد، کدوم احد، کدوم قول، کدوم الله، کدوم گاد؟ خواهر مادر سرویس اون بر میخوای حرفای شیرین بشنه بیاره؟ نیست، شیرین نیست اون بر. اون بر شیرین، هیچی شیرین نیست اون بر. همینطوری که این بر دنبال دختره، اون بر همه دنبال دخترن. قیمت ها گرونه دیگه، کردیت دارن. محفرتون فقط شما اینجا دنبال دختری؟ شما دنبال پسری؟ دنبال پولی؟ شهوت خانه، شهوت ویلا همش هست، ولی شکلش سازه بدتر از این. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است جیگر، تنگ است راه حق، تنگ است مای فرند. چون سم الخیاط، ما مثال رشته یکتا می رویم. رشته یکتا می رویم، رشته ژنتیکی داره توضیح می ده. بعد بریم توش حرف بزنیم، دی ان ای و اینا که ژنتیکی همین رشته ها هست، اینا اون رشته ها، اون رشته مهمه. یکتا هم می رویم. خانده انا الیه راجعون، تا بدانیم که کجاها می رویم. خانده انا الیه راجعون یعنی از اونجا که اومدیم برمی گردیم. خب وقتی شما خب بچه دارشی به چند تا چیز باید دقت کنید. نمبر وان، در برنامه ها وسط این توضیح دادم که بچه پدر مادر انتخاب میکنه، نه پدر مادر. به همین خاطر در تصوف پدر مادر حق مشورت دارن. هیچ پدر مادری نمیتونه به پسرش بگی یا دخترش بگی با اون ازدواج نکن، چون خدا یعنی مندلیوف در این عنصر چیزی نهاده یافته، نهادینه شده یافته که مکانش رو مشخص کرده. یعنی شما پسرت میره در یه جای دختری رو پیدا میکنه که این دختره بدون این که بفهمه هر دو حیوانن، انسان نماهن، ولی بچهشون ممکنه یه بشر شه، چون ژنتیکیشون ژنه هست ولی نمیدونیم تو کجا میاد بیرون. به همه قدر میگه کافر مومنم، مومن کافر میاد بیرون. باید دکتر باشی بفهمی، باید متخصص ژنتیک باشی بفهمی. رازایی هم داره که راحتی میتونی از این نفر دختری که دیدی میتونی بفهمی. خب خیلی مهمه دیگه، یعنی تو الان میری خواستگاری 5 دختر، تا من اونجا نباشم از کجا میفهمی کدوم دختر انسان کدوم حیوانه؟ میفهمی؟ نه میفهمی.
شب تا صبح با حیوان خوابیدیم، فکر کنم بغل افعی خوابیده، بچه دار هم میشین. بعد این اولاغ میدارید تا دین کلاس قرآن بچه ها نمیمه، یه بچه گاف یه قرار بمیره هیچ وقت نمی بالا نمیره، میفرسی کلاس قرآن. بعد میاد بالا چی در میاد؟ قاضی القضات ایران. هی آدم میکشه، بیچاره گناهی نداره، ما مقصر اون نمیدونیم که بچه رو هل داده وسط شیر، وسط خونه شیرا. خب پس نمبر وان، بچه پدر مادر انتخاب میکنه، به همین خاطر مادر و پدر رو به صورت اکسیدنت یا اتفاقی یا به صورت یک برنامه ریزی که در دنیای ماتریکسه و هم فشار میاره که پیدا کنم بگره. مادره نمیدونه چه رفت اونجا، نمیشه رفت اونجا خرید کرده، نمیدونه آخه این قیافه یارو چیه که علاقه من شده، نمیدونه. بچهه پدر مادر رو انتخاب، این پس میشه مرحله اول. دو، چه بعد بچه رو برای بچه داشتن چی چیزی باید بدونی؟ باید بدونی که این بچه زودتر پدر مادر به دنیا اومده، چون وقتی به انتخاب میکنه کل داستان عوض میشه دیگه. شما قبلا فکر میکنید که شما میری دختر رو پیدا میکنی بعد بچه دار میشی، بچه تو تولید کردی. حسینی حالا داستان کمپلت عوض کرده، بچه پدر مادر انتخاب کردی، یعنی بچه زودتر از پدر مادر به دنیا اومده. وقتمون زیاد میشه، چون بخوام شروع کنم طول میشه، هفته دیگه نه، هفته دیگه نه، هر وقت که بتونیم برنامه بدیم دیگه. نمیدونم، مرسی که برنامه رو گوش کردین، دوستتون داریم. فقط یادت باشه که کل هدف ریستارت اینه که یه سری انسان نماها رو نجات بده، یه پوانه، یه جفشیش. عطار میگه سیمرغیه که توسط یک هدهدی به نام یک صوفی داده شده، او صوفیه داده اینو، اون داده تا یه سری انسان نما نجات پیدا کنه. That's it. وگرنه بشرها زبالاییم و بالا می رویم، پولمونه بخوریم می رویم، حقمونه بخوریم می رویم، بکشیم می رویم، خودت هم جر بدی می رویم. ما زبالاییم و بالا می رویم. یه لطفیه که سیمرغ عطار توسط یک صوفی که هزاران برابر عطاره، of course تقدیم شما شده تا انسان نماها با شنیدن این برنامه دلشون تکون بخوره و یه لحظه فکر کنند و یا از مستی برخصند و یا از وحشت نفهمیدن گریه کنند و نجات پیدا کنند. مرسی که این برنامه را گوش کردید. بدرود.